سلام به شما. صدا و تصویر من رو دارید بچه ها؟ همه صدا و تصویر رو دارید؟ بسیار خوب، بسیار خوب. خب خوش آمد میگیم به شما دانش آموزان خوب 11 و برنامه‌مون رو آغاز خواهیم کرد. جلسه دوممون رو که جلسه پایانی هست، دو جلسه رو ما پیش بینی کردیم برای عربی 11. جلسه پیش تمامی محتویات قواعدی عربی 11 رو مطرح کردیم که باز من الان یک نگاه سطحی به مجموعه خواهم داشت برای اینکه یادآوری بشود، و امروز آزمون می‌خوایم بگیریم از بحثی که جلسه پیش داشتیم. ببینید بچه ها، مواردی که ما در اون جلسه وارد شدیم، یکی بارون بندی بود که بهش پرداختیم، بعد دیگه اومدیم وارد بحث های محتوایی عربی 11 شدیم. اشاره کردیم که یکی از مواردی که بسیار مهم هست در پای 11 و بعد 12 و بعد کنکور، بحث فعل ها به لحاظ زمانی هست که اینها هم در بخش ترجمه‌ای فارسی به عربی، عربی به فارسی باید حتما به فعل ها توجه شود، چون برای مصحح بیشتر رعایت ترجمه صحیح در بخش فعل ها هستش و مخصوصا پایه 12 نهایی باز بیشتر توجه می شود، و در نهایت در کنکور هم که 40% تسامون به ایته ترجمه ای خواهد پرداخت. فعل ها رو بلا زمانی تقسیم کردیم به ماضی، ماضی ساده مثبت منفی، نقلی مثبت منفی، استمراری مثبت منفی، بعید مثبت منفی و التزامی مثبت و منفی، که اینها همه فرمولی داشت برای خودش که در اون جلسه اشاره شد. خب البته فایلش در اختیار شما هست و می توانید ازش استفاده کنید و بارها و بارها ببینید. بعد مضارع رو تقسیم کردیم به اخباری مثبت و منفی، التزامی مثبت و منفی با فرمولایی که داشت، و مستقبل هم مثبت و منفی و امر هم مثبت و منفی. و بعد دیگه اومدیم وارد مقوله اعداد شدیم، اعداد رو به دو قسم شمارشی که نام دیگرش از اصلی و ترتیبی که نام دیگرش از وصفی تقسیم کردیم. 1 و 2 رو گفتیم به چه شکل خواهد بود، ارتباطش با معدودش 3 تا 10، 11 تا 99 و 100 به بالا، و بعد اعداد ترتیبی یا وصفی که حکم صفتی دارن و بر وزن فاعل هم می آیند، مثل خامس، رابع، تاسع، اینا همه اعداد ترتیبی هستن که میگیم 4، 5، 6. روزهای هفته رو گفتیم، اعداد دو رقمی گفتیم که ابتدا یکان میاد بعد دهگان باید بیاد، این باید رعایت بشه، مثلا 22 اسنان اول میاد و بعد اشرون که دهگان هست آورده میشه. 4 عمل اصلی رو اشاره کردیم، جمع که به عربی زائد گفته میشه، زر، زربانفی، تقسیم، تقسیم اونالا، و تفریق هم به عنوان ناقص در نظر گرفته میشه، و مقوله ساعت رو که به چه شکل کاربری دارد، بخش ساعتش رو از اعداد ترتیبی استفاده میکنه، از ساعت الخامس، از ساعت الرابع، و بخش دقیقش رو از اعداد شمارشی استفاده خواهد شد. رسیدیم به این چی بود اومد؟ بریم. رسیدیم به بابهای ثلاثی مزید که درس دیگری از درسهای عربی 11 هستش، که گفتیم اینا مهمن، نوع تلفظی که داریم چون وزنهای قیاسی هستن، بر یک وزن معین میان ماضیشون، مضارعشون، امرشون، مصدرشون. مثلا باب افعال، افعل، یفعل، افعل، افعال، فعل، یفعل، فعل، تفعیل، فاعل، یفاعل، فاعل، مفاعل. این چارچوبه هم توی سوالاتی که در ارتباط با بابهای ثلاثی مزید مستقیم هست، مستقیم اومده استفاده میکنیم، تو اعراب و تحلیل صرفی هم که استفاده خواهد شد. بعد حروف زائد هر یک از این بابها چگونه است که گفتیم برای حروف زائد به ماضی برمیگردیم، و حرف زائد
پیدا خواهد شد، چه کاربردی بابها دارند، چه رمزهای ترجمه ای دارند. اینا رو ما در جلسه پیش در ارتباط با بابهای ثلاثی مزید بابهای هشتگانه بهش اشاره کردیم و مثالها هم که گفته شد و رمزهای ترجمه ایش. مورد دیگری که در جلسه پیش اشاره شد بحث جمله فعلیه و اسمیه بود که گفتیم جمله فعلیه با فعل شروع می شود، ارکانش هم فعل و فاعل هست، حالا میتونه به این فعل و فاعل مفعول هم اضافه بشه و یا سایر موارد. اقسام فاعل: اسم ظاهر، ضمیر بار، ضمیر مستتر. جمله اسمیه هم که با اسم آغاز میشه، ارکانش مبتدا و خبر هستش. اقسام خبر هم به صورت مفرد میاد، به صورت جمله اسمیه میآید خبر، یا به صورت جمله فعلیه یا شبه جمله. مراد از شبه جمله هم جار و مجرور یا ظرف است، یعنی موقعیت زمانی یا مکانی. وقتی هم میگیم خبر مفرد است یعنی به صورت جمله یا شبه جمله نیامده است. اما فعل لازم و فعل متعدی. فعل لازم گفتیم فعلی است که نیازمند فاعل هست، همین. و فعل متعدی فعلی است که علاوه بر فاعل به مفعول هم نیاز دارد و معمولا مفعول به پرسش‌های چه کسی را و چه چیزی را پاسخ خواهد داد. فعل مجهول هم که گفتیم حتما باید بدانیم که از فعل‌های متعدی گرفته می شود. پس اگر توی اعراب یا تعلیل صرفی فعل مجهولی اومد و از لازم بودن حرف زد، خطا است. حتما فعل‌های مجهول باید از فعل‌های متعدی ساخته شوند. چرا؟ چون شما فاعل رو حذف می کنید و مفعول رو میاد جای فاعل قرار می دید که بهش نایب فاعل یا نائب فاعل گفته می شود. طریقه ساختارش هم که اشاره شد در ثلاثی مجردها ماضیشون بر وزن فاعله میاد و مضارعشون بر وزن یفعلو. او ا برای ماضی، او ا برای مضارع خواهد بود. قتل، کتب، ضرب و تکرم و ینصر و به این شکل نحوه ساختار مجهول خواهد بود. البته تعریف کاملترش برای مجهول کردن فعل‌های ماضی این است که بگیم عین الفعلش یا حرکت حرف قبل آخرش کسره میگیره و متحرک‌های پیش از اون ضمه خواهد گرفت. مثلا استخرجه میشه استخرجه، هرچه متحرک پیش از آخر داریم اونها ضمه خواهند گرفت. و در مضارع هم که حرف مضارعه ضمه میگیره و عین الفعل یا قبل آخرش فتح خواهد گرفت. تو ترجمه هم فعلای مجهول معمولا از شد و نشد و میشود نمیشود، بشود نشود، یا گردید نگردید، رسید نرسید استفاده خواهد شد. قالب مورد بعدی بحث مشتق هاست. اصطلاح مشتق رو گفتیم در نظام جدید نیامده، اما تقسیم بندیش رو شما در عربیتون دارید. منظور از مشتق ها اسم فاعل است، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، اسم تفصیل، اسم مبالغت هست. اسم فاعل در ثلاثی مجرد بر وزن فاعل هست، مثل قاتل، کاتب، ضارب. و در ثلاثی مزید با میم ضمه دار شروع می شود، با مو شروع می شود و قبل آخرش یا عین الفعلش کسره است یا یه هست، مثل معلم، مؤمن، مسلم، مجیب، مرید. اسم مفعول در ثلاثی مجرد بر وزن مفعول هست، مثل مکتوب، مجهول، مقتول. و در ثلاثی مزید ها با میم ضمه دار شروع می شود و عین الفعلش فتح هستش یا الف، مثل منجر، مربع، مکعب، مجاب، مراد. اینها اسم مفعول هستند. اسم زمان و مکان هم بر وزن مفعل و مفعل آورده می شود و گاهی هم تای گردی در انتها گرفته می شود، مفعله، مثل مکتبه، مدرسه، منزل، مغرب. جمع های اسم مکان و زمان هم بر وزن مفاعل آورده می شود، مکتب، مکاتب، مسجد، مساجد. اسم تفصیل مذکرش بر وزن افعل هست و مؤنثش بر وزن فعلا، مثل اکبر کبرا، اصغر صغرا، اعلا علیا، افضل فضلا. جمعشون هم بر وزن افاعل میاد، افاضل، اکابر، ارازل. اسم مبالغت هم که معمولا بیشترین نشانش مشدد هست، تشدید هست، تشدیدی که عمدتا گرفته می شود. و معروفترین وزنهاش هم فعال و فعالت هست، تواب، بقال، قصاب، نجار، ستار، جبار، علامه، اماره. بر وزن فعال و فعالت بیشتر میاد. البته دو تا وزن دیگه هم کاربری داره و اون هم فعول و فعیل هستش، مثل قدوس و صدیق. اینها هم در مبالغت مطرح هم.
نکته‌ای که برای اسم تفسیر داشتیم این بود که اسم تفسیر در حالت مقایسه بین دو اسم مؤنث معمولا بر وزن افعل میاد. وقتی دو تا اسم مؤنث رو می‌خوایم بگیم این بزرگتر از اون است یا این کوچکتر از اون است، به جای که از وزن فعلا استفاده کنیم از وزن افعل استفاده می‌کنیم که در مثال می‌بینید نجمت و اکبر و من سعیده. گفتیم اگه بعد اسم تفسیر من بیاد به صفت تفصیلی ترجمه میشه، مثل احسن و من، بهتر از، و اگر مضاف بشه به اسم دیگری به صفت عالی، احسن القصص، بهترین قصه ها و داستان ها. خب موضوع دیگری که در جلسه پیش مطرح کردیم اعراب فعل مضارع هستش که تقسیم شد به رفع و نصب و جذب. اگه بخوام مضارع مرفوع رو تشخیص بدیم دو تا نشانه داریم، یکی ضمه میگیره آخرش، یکی هم ثبوت نون هست، مثل یذهبو یا مثل یذهبانه، تذهبونه، تذهبینه. مضارع منصوب اول باید حروف ناسبه بیاد، ان، لن، کی، لکی، ازن، حتی و لام ناسبه. با آمدن حروف ناسبه آخر فعل فتحه میگیره، ان یذهبه، و حذف نون خواهیم داشت. نون مضارع هم حذف خواهد شد به غیر از صیغه 6 و 12. برای اینکه مضارع مجزوم داشته باشیم یکی از موارد حروف جازم است، لم، لما، لام، ام، لای، نی، یا اعداد شرط است، من، ما، ان، ازا، که اعداد شرط هم از واژه هر برای من و ما استفاده میکنیم، هر کس، هر چیز، هر آنچه، و ازا به معنی اگر یا هر زمان یا چنانچه، ان هم به معنی اگر. خب با آمدن حروف جازمه یا اعداد شرط آخر فعل ساکن میشه، اگر نون داشته باشه نونا حذف میشه، و اگر وای داشته باشه تو حروف اصلی فعل مضارع که به عنوان حروف عله در گذشته نام میبردن، وای تو حروف اصلی اگر باشد اونم با عوامل جزم حذف خواهد شد، مثلا یهدی با آمدن لم میشه یهده، یمشی لم یمشه، لا تقفو. و اما چند نکته در مورد مزاره ها. اعداد شرط ویژگیش اینه که اول جمله میان، دو تا فعل بعد از خودشون رو مجزوم میکنن که به فعل اول میگن فعل شرط و به فعل دوم میگن جواب شرط. فعل شرط به صورت مزاره التزامی و جواب شرط به صورت مزاره اخباری ترجمه میشه، من یش دارید یعنی هر کس تلاش کند موفق میشود. اگر اعداد شرط بر سر فعل‌های ماضی در بیان میتونن معنای اونها رو به مضارع تبدیل کنن، من دخل مداخل سو اتهمه، من از اعداد شرط هست، دخل فعل شرط هست، اتهمه جواب شرط هست، میبینید که فعل ماضی هن. اما وقتی این رو معنا میکنیم میگیم هر کس در مکانهای بد وارد بشود متهم میشود، و گاهی جواب شرط به صورت جمله اسمیه میاد. خب نشانه چیه؟ بعد از فای جوابیه یک فای بهش چسبیده، من ساتر عیبک فهو و عدووک، من از اعداد شرط ساتر فعل شرط، هو و عدووک جواب شرط. کجا فهمیدیم این جواب شرط هست؟ یک فای بهش چسبیده که به اون فا فای جوابیه میگن. بعد از اون فا جمله‌ای که آمده به عنوان جواب شرط در نظر گرفته خواهد شد. خب موضوع دیگر مورب مبنی که خب چون شما ندارید دیگه بهش پرداخته نمیشه، اما بحث معرفه و نکره. گفتیم بر اساس زبان شعری معارف شش بود، مزمر، اضافه، علم، زلام و موصول و اشاره. ضمیرها هستن، معرفه به اضافه است، علم اسمای خاص است، زلام اونایی که الف لام دارن و اسمای اشاره و موصول. معرفه شناخته شده است و نحوه ترجمه ایش هم همچنان که میبینید التلمیز دانش آموز، الکتاب کتاب. به محضی که به صورت نکره که یعنی ناشناخته است در بیاریم، الف لام رو بیاندازیم، تلمیزون میشه دانش آموزی، میشه یک دانش آموز یا یک دانش آموز، به این شکل نکره رو ترجمه میکنیم. اما معرفه به اضافه چی هستش؟ یک اسم نکره باید به یک اسم معرفه اضافه بشود، نه اینکه یک اسم معرفه به اسم معرفه، حتما باید یک اسم نکره به یک اسم معرفه اضافه بشه. مثلا کتاب الله، کتاب به الله اضافه شده، کتاب میشه معرفه به اضافه، چون به الله که اسم خاص است اضافه شده است. در نکته بعدی به این موضوع اشاره کردیم که اگه بعد از اسم اشاره اسم معرفه به ال بیاد، اسم اشاره به صورت مفرد ترجمه میشه، مثلا ها اولای طالبات مجتهدات، این دانش آموزان کوشا هستن. اما اگر بعد اسم اشاره اسم معرفه به ال نیاد، اسم اشاره تابع همون اسم بعد از خودش، تابع این ترجمه خواهد شد.
طالبا جمع هست، اون هم به صورت جمع، اینا دانش آموز هستن. در نکته بعدی گفتیم اگر اسم جمع مکسر غیر عاقل باشد، جمع غیر عاقل باشد، آنچه که بهش برمیگرده به صورت مفرد مؤنث میتونه باشه، میتونیم براش مفرد مؤنث بیاریم. الان هاذهی اسم اشاره است و مفرد مؤنث، یه ضمیر هست، سمینت صفت هست، علتی موصول هست، اکلت فعل هست و ها در علفه ها هم ضمیر هست. و نکته بعدی گفتیم بعد اسم معرفه بعل اگر اسم موصول بیاد، اون اسم موصول به معنای که خواهد بود و اون اسم معرفه هم به صورت نکره ای ترجمه میشه، الکتاب الذی، کتابی که، المجتمع الذی یتمسک بالاخلاق الحسنه، جامعه ای که ببخشید که میسرفیم چون خب روزه هم هستیم و از صبح هم کلاس داریم و یه مقدار حنجره آسیب دیده. خب مورد بعدی صفت و موصوف هست که نام دیگرش هم هست نعت و منعود. صفت ما دو نوع داریم، یک صفت، صفت مفرد است که با موصوف خودش در جنس و اعراب و معرفه نکره و تعداد مطابقت دارند، که مخففش رو که نوشتیم جامع، جیم جنس است و الف اعراب، میم معرفه نکره، این هم عدد یا تعداد هست. و جمله وصفیه یا صفت جمله‌ای به جمله میگن که بعد از اسم نکره بیاد. جمله که بعد از اسم نکره بیاد به عنوان جمله وصفیه در نظر گرفته میشه که بیشتر هم به صورت فعلیه هستش، مثل هل لک کرامتون تو عرف و بها. الان کرامت اسم نکره، جمله که بعدش اومده که مرتبطه به کرامت هم هست به عنوان جمله وصفیه در نظر میگیریم. تو زبان فارسی وقتی سه تا اسم میاد موصوف صفت مضاف الیه، مثل برادر کوچکت، و همین رو اگه بخوام به عربی برگردونیم، اول موصوف بعد مضاف الیه بعد صفت، اخوک الصغیر، به این شکل آورده می شود. خب مورد بعدی مضاف و مضاف الیه هست که مضاف هیچ وقت گفتیم الف لام و تنوین نمیپذیره و چنانچه مثنای جمع مذکر سالم باشه نونش حذف میشه. مضاف الیه هم که به صورت مجرور میاد، معلمون مدرسته، معلمون قبلش بوده معلمونه، نونش در حالت اضافه هست شده. سیدا شباب، سیدانه بوده، سیدا شده. خب اینم از این. و آخرین بحثمون برای پایه 11 بحث نواسخ هست که تغییر دهنده حرکت مبتدا یا خبر هستش. افعال ناقصه مثل کانه، ساره، لیسه، اسبه، مادام مازاله رو زیاد داریم، منتها شما دیگه کاربری ندارید. کانه به معنای بود، ساره شد یا گشت، لیسه نیست، اسبه گشت، گردی شد. کارشون هم اینه که اسمشون رو، یعنی کلمه بعد از خودشون رو مرفوع میکنن و خبرش هم به صورت منصوب میاد. اگر گفتیم کانه با لام بیاد یا کانه با قنده بیاد، معنای داش رو ما میتوانیم به کار ببریم، مثل کانه لعبن سلاست ابنا. نباید بگیم بود برای پدری سه فرزند، باید بگیم پدری سه فرزند داشت. و مورد دیگر، یا کنتو عندي کتاب قیم، نزد من کتاب با ارزشی وجود دارد یا بود یا داشتم، به این شکل معنا میشه، یعنی از واژه داشت استفاده میکنیم. کانه گفتیم اگه با فعل مضارع بیاد ماضی استمراری، اگه با قد و ماضی بیاد ماضی بعید، حالا بدون قد هم میتونه این گاهی بیاد، با قد یا بدون قد. اینا رو دیگه در همون جلسه پیش فعل ها رو بلا زمانی مفصل مطرح کردیم، فقط خواستیم بگیم که کانه با اینا میاد، این اتفاق هم رخ میده. خب اینم از مجموعه مطالبی که مربوط به پایه 11 شد، قواعدش. یک مرور مجدد من کردم چون که به اصطلاح شما ببینید چه چیزایی رو ما در جلسه پیش مطرح کردیم. خب اینم من بهش اشاره بکنم که 14 صیغه داریم در فعل ها و ضمایر، به صورت عربی به این شکل گفته می شود. اینها معناش چیه؟ مثلا للغایب مفرد مذکر غایب، للغایبین مثنای مذکر غایب است. به لحاظ فارسی چی بینا میگن؟ اول شخص مفرد، دوم شخص مفرد. این یه جدول خوبی است که حتما بهش نگاه کنید. فعل ماضی رو صرف کردیم، مضارع صرف کردیم، امر رو
ضمایر منفصل مرفوعی و منصوبی رو صرف کردیم که ازش استفاده بکنیم. تو بخش تحلیل صرفی تجزیه و ترکیب هم اشاره کردیم که در تحلیل صرفی اگه اسم باشه این موارد براش مطرح هستش و اگر فعل باشد این موارد مطرح هست و اگر حرف باشه نوع حرف، نوع مبنی، عامل یا غیر عامل. البته این در نظام جدید این اصطلاح مورب مبنی دیگه کاربری نداره براتون که خب نیازی هم نیست. تو بخش نقش یا اعراب یا محل اعرابی اگر اسم بود نگاه میکنیم ببینیم آخر چه حرکتی داره، اگه مرفوع بود یکی از ایناست، مبتدا، خبر، فاعل، نایب فاعل، و اگر حال بود، اگر منصوب بود یکی از ایناست، و اگر مجرور بود یکی از اینا، و اگر فعلتون همراهش فاعلش به صورت اسم ظاهر اومده بود فعل رو میگید فعل، فاعل هم میگید فاعل. اگر فاعلش به صورت اسم ظاهر نیومده بود مثل ذهبته میگید فعل و فاعل، فاعلش هم مشخص میکنید ضمیر بارز ت، و اگر باز هم فاعل به صورت اسم ظاهر نیامده بود و ضمیر بارز هم نیامده بود به صورت ضمیر مستتر میاد مثل ذهبت که هیه رو داشتیم به عنوان فاعلش، میگیم فعل و فاعل آن ضمیر مستتر هیه. این هم یه جدولی که حتما ازش استفاده بکنید. اما از اینجا به بعد دیگه میخوایم بریم بر اساس محتویاتی که مطرح کردیم یه آزمون رو با هم بررسی بکنیم. این آزمونی که میخوایم با هم بررسی کنیم پاسخ نامش هم پایان این فایل هستش، پایان این موردی که در اختیار شما هسته، در اختیار شما قرار خواهد گرفت هست. یعنی نگران نباشید که اگه جایی من بعضی از مطالبشون نگفتم یا کامل بهش نپرداختم اینا همه دیگه پاسخ نامش هم همراه شما همراهش خواهد بود و میتونید ازش استفاده کنید. خب سال اول بر اساس اون بارونبندی که جلسه پیش گفتیم داره بر اساس همین بارونبندی میره جلو. گفته ترجمه بکنید کلماتی که زیرش خط کشیده شده. یک تعجیل رو داریم با همزه، یک معجبت رو داریم که در اینجا نوشته شده. خب به نظر شما به من سری بگید بچه ها دیگه اگر مطالعه کردید تعجیل رو چه معنا میکنید؟ بچه ها تعجیل با عین نیست با همزه است، تعجیل چه بنویسیم معناشو؟ بله پی دی افش قرار میگیره تو کانال، این پاسخ من رو بدید. تعجیل بچه ها اطلاعاتی اگه کسی داره معناشو بگه. منتظریم، داریم آزمون میگیریم. بله 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 تأخیر، آفری تأخیر یا تأخیر انداختن. معجبه چی بچه ها؟ معجبه آفرین، شگفت‌آور یا همونطور که دوستتون گفته عجیب، شگفت زده. شگفت‌انگیز اینها میتواند معنای معجبه یا شیفته، حتی معنای شیفته هم میتونه باشه. شیفته ماری شیمل شیفته ایران بود یا شگفت زده بود از ایران. خب این از سال اول. بریم برای سال دوم. گفته که توی این 5 تا کلمه که آمده ما 2 تا کلمه داریم مترادفه، 2 تا کلمه هم داریم متضاد هستش. اینها رو گفته که مشخص بکنید 2 تا کلمه مترادف، 2 تا کلمه متضاد، یکی هم اضافه هستش. به نظر شما مترادفامون کدوم ها هستن بچه ها؟ مترادف ها؟ آفرین، باریکالله باریکالله. ود یعنی دوستی و حب اینا مترادفن. بعد متضادهامون چی بچه ها؟ آفرین باریکالله باریکالله. سکته و تکلمه. ببینید چقدر راحت میشه اینا رو پاسخ داد. نمونه سوال دیگری که شما خواهید داشت اینه که تعیین کنید کلمه که مناسب نیست با کلمات دیگر در معنا. یکی از این کلمات تو الف و ب با سایر موارد همخوانی ندارد. لطفاً
مشخص بکنید برای من تو اولی سروال قمیص فستان مزاره کدوم آفرین مزاره مزاره به معنی کشاورز هست کشاورز خب این ربطی نداره اینا در مورد پوشش هستش شلوار و پیراهن و فستان هم باز یک نوع پارچه هستش این از این در قسمت به چی بچه ها؟ در قسمت به چی متفاوت هست؟ آفرین تواصل 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 به هم پیوند خوردن وصل شدن هستش اما استهزا و فضح و تجسس تو مقوله عیوب در نظر به استهزا کشیدن مسخره کردن واکاوی و جستجو کردن توی زندگی دیگران سرک کشیدن اینها تو اون مقوله است یک سری اعمال قبیحه هست تواصل باز پیوند هستش متفاوت خواهد بود اما مورد بعدی بنویسید مفرد یا جمع این کلمات اصفات مفرد شی میشه بچه ها و دعا جمع شی میشه آفرین اصفات مفردش میشه صوت و دعا چی بچه ها؟ دعا آفرین آفرین ادعیه ادعیه بسیار خوب اینم راحت قابل تشخیص بود اما میریم سراغ سوال پنجممون که گفته ترجمه بکنید اینا رو ترجمه کنید این جمله ها رو اینجا دیگه جمله رو باید ترجمه بکنید چی بگیم بچه ها برای اولی برای ترجمهش در برخی اوقات قدرت کلام بیشتر است قوی تر است از سلاح مثل به صورت مخفف گفته رب به کلام کل خسام چه بسا یا گاهی سخن مانند شمشیر است سخن مانند شمشیر است خب در پس چی می شود در برخی اوقات قدرت سخن قوی تر از اسلحه است چه بسا یا گاهی سخن ماننده شمشیر است به این شکل معنا می شود که ما در این جمله اول خب فعل که نداریم اما اسم تفصیل که داریم باید بهش توجه بشود که تو ترجمه چگونه باید به آن پرداخت و اما بریم برای مورد بعدی که کلمات خاصش رو مشخص بکنیم تنمو داریم و توتی داریم اینا فعلامون هست که در اینجا به صورت مضارع اخباری ترجمه میشه چه بگیم معناشو بچه ها؟ میگید؟ تنمو به معنی چیه؟ رشد پرورش رشد میکنند من دیگه ترتیب رو چیزی میکنم چون میخوام به صورت مستقیم ترجمه داشته باشم وگرنه فعل رو باید انتها ببریم دیگه رشد می کنند میوه های انگور برزیلی بر تنهشان و از مهمترین خصوصیات آنها این است که در طول سال میوه‌هایی می‌دهند در طول سال و مورد بعدی اینجا هم باز اهم رو داشتیم که اسم تفصیلی معنا شد اسکرو یه فعل امره
و کنتم هم که به عنوان فعل ماضی. خب چه معنا بکنیم این رو؟ واسکروا نعمت الله علیکم از کنتم اعداء ان فالف بین قلوبکم بین قلوبکم. چی بگیم بچه ها معنا رو؟ مشخصه دیگه نه؟ و بیاد آورید نعمت های خداوند را بر شما زمانی که دشمن بودید. پس میان دلهایتان مهربانی به وجود آورد الفت و مهربانی ایجاد کرد. باز فعل ها که آمده است فعل امر بود و ماضی بود که رعایت شد. در جمله بعدی اوست باز یک فعل ماضی هستش. ایو شکلو و تا آخر. خب چی هست معنا بچه ها؟ میگه که شیمل به همتایان خود یا همکاران خود سفارش کرد. ماضی معنا شد سفارش کرد که تیمی برای گفتگوی دینی تشکیل دهند. ان یو شکلو تشکیل دهند بله که هدف بلند آن کشیدن پل‌های صداقت باشد. شیمل به همتایان خود سفارش کرد که تیمی برای گفتگوی دینی تشکیل دهند که هدف بلند آن کشیدن پل‌های صداقت باشد. این هم مربوط به این میشد. و اما جمله بعدی الف الدکتر. خب تألیف کرد کی؟ دکتر تونجی کتابی را که تشکیل شده یا ضمیمه است کلم کتابی را که پیرامون کلمات فارسی عربی شده است. کلماتی که پیرامونه یا دربر میگیره کلمات فارسی عربی شده یا عربی شده فارسی به این شکل ترجمه خواهد شد. شماره 6 انتخاب بکنید ترجمه صحیح رو. اینجاست که اون فرمولایی که اشاره کردیم آورده میشه. یعنی خود جمله مهم نیست بلکه فعل‌هایی که داخل جمله اومده. یعنی کان یلعبونه
چی هست بچه های این؟ کانه یلعبونه؟ تو مورد ب گفتن سوال کردن که نباید مفرد معنا میشد. مورد ب خب روش میکنند اسمار دیگه، اسمار جمع هستش، بنابراین جمع معنا میشه. این اول جمله فعل که میدونید، اول جمله مفرد میاد، باید بیاد و فاعلش هم الان اسمار هست، اسمار هم جمعه، بنابراین به صورت جمع معنا میشود. خب بریم اینجا. کدوم رو انتخاب کنیم بچه؟ این چی هستش؟ این ماضیه، کانه با مضارع اومده، ماضی استمراری، ماضی استمراری. کدوم رو انتخاب کنیم؟ بله بله بله، الف رو انتخاب میکنیم که میگه بازی میکردند، بازی میکردند، این الف انتخاب میشه. مورد بعدی کلمه ای که مطرح هست اینه که فل یتوکل. این فعلی که اومده، این لامی که اینجا اومده لام امری هست، یعنی لام جازمه است، لام امر هست. مؤمنان فقط به خدا توکل میکنن، مؤمنان تنها باید به خدا توکل کنن. این لامی که اینجا اومده بچه ها لام جازمه یا امر بهش میگن، باید امر کنه، از واژه باید استفاده میکنیم. کدوم گزینه بچه ها؟ به آفرین، چقدر سریع پاسخ رو معین میکنید. باید، باید به خدا توکل کنن. اینم از این. مورد بعدی شماره 7 گفته کامل کنید جای خالی رو به لحاظ ترجمه، یعنی کلماتی در این جمله ای که آمده اون کلماتی که ترجمه نشدن شما فضا خالیش رو پر بکنید. ما تفعل من خیرن یعلمه الله، آنچه را از، بگید بچه ها، آنچه را از چی بگیم؟ نیکی، آفرین. آنچه را از خوبی یا نیکی انجام دهید خدا آن را می داند، خدا آن را می داند. این برای اولی. دومی چی بگیم؟ لا نستطیع ان نجد لغتا بدون کلمات دخیله. چی بگیم؟ بله میخوام، معصوم خانم گفتید من یه سوال دارم، چیه؟ ما تفعلو، بله خب چی هست؟ مگه مضارع نیست؟ چرا مضارع است؟ بله شما خوندید دیگه، این مایی که اینجا اومده این مای شرطیه است دیگه، مای شرطیه، و بنابراین فعل اولتون رو به صورت مضارع التزامی، فعل دوم به صورت مضارع اخباری ترجمه میکنید. اون ما رو اگه شرطیه بگیرید، فعل شرطتون به صورت مضارع التزامی، جواب شرط به صورت مضارع اخباری ترجمه میشه. مشخصه؟ بله. خب لا نستطیع و چی بگیم بچه ها؟ چی بگیم؟ ما نستطیع و نمیتوانیم زبانی بدون کلمات وارد شده بیابیم. این شکل معنا میشه. این هم برای جا خالی. این یک نوع سوال هست که به اصطلاح در امتحانتون خواهد اومد. جمله میاد، ترجمهشو میگه، چند تا جا خالی داره که اون بعضی از کلماتی که مطرح نشده اون کلمات رو شما باید پر کنید. و اما جمله بعدی گفته باز ترجمه، میبینید که حدود 13 نمره میشه گفت به عبارتی توی حیطه ترجمه‌ای وارد میشه به شکل‌های مختلف که الان دارید ملاحظه میکنید. خب باز هم ترجمه کنید کلماتی که زیرش خط کشیده شده. مورد اولی کنتو اکتوبو. خب این چه فرمولیه بچه ها؟ بر اساس مطلبی که جلسه پیش گفتیم کانه با فعل مضارع اومده، چی بگیم بچه ها؟ کانه با فعل مضارع؟
بله ماضی استمراری ماضی استمراری با ترجمه بشه یعنی می نوشتم به این شکل با ترجمه بشه خب مورد بعدی لن یرجع مستقبل منفی هست آینده منفی هست یعنی از نخواهد استفاده می کنیم چی باید بگیم؟ بله اون بر نخواهد گشت ماضی استمراری اینجا می نویسیم می نوشتم اینجا بر نخواهد گشت او بر نخواهد گشت به استادیوم و مورد بعدی لم اسافر لم که با فعل مضارع میاد تو جلسه بهش اشاره کردیم که این ماضی منفی با ترجمه بشه یعنی من مسافرت نکردم یا سفر نکردم در 2 سال گذشته انفقو بله تو باب افعال است انفقه ینفقو انفقو فعل امر هست چی باید معنا بشه انفاق کنید میبینید که فعل ها براشون خیلی مهمه که درست ترجمه بشه خب سوال بعدی هم باز تعیین کنید نوع فعل هایی که زیرش خط کشیده شده آیا این فعل ها ماضی هستن یا مضارع است یا ام بچا به من بگید اتصلوا بله فیلم ها گذاشته میشه اتصلوا چیه بچا فعل امره چی باید معنا کنیم یعنی اصلا معناش که مهم نیست حالا فعل امر نیست ببخشید فعل ماضی است اتصلوا فعل ماضی اینجا می‌نویسیم ماضی اگه میگفت اتصلوا میشد فعل امر اتصل اما اتصلوا فعل ماضی هستش بله اسفت چی بچه‌ها اسفت کتبت ذهبت فعل چیه این اسفت بله معصوم خانم فعل ماضی هست و اما فعل بعدی ارجعو نمیگه ارجعو میگه ارجعو فعل باریکلا فعل امر هست و یتعلمون این چه فعلیه بچه ها؟ فعل مضارعه اینم تشخیص ماضی و مضارع و امر بود که در این سوال بهش پرداخت بسیار خوب بریم برای سوال 10 تعیین کنید اسم مفعول و اسم مفعول حالا این اسم مفعول میتونه ثلاثی مجرد باشد یعنی بر وزن مفعول باشد یا میتونه قالب و ساختار ثلاثی مزید داشته باشه با میم زمه دار شروع بشه این نور فعلش فتحه باشه بریم ببینیم که چگونه هستش تو اولی چی داریم بله آفرین احب این اسم تفصیل احباب بوده که دوتا بش مشدد شده و شده احب اسم تفصیل هستش و اما اسم مفعول رو کجا پیدا کنیم بچه ها؟ بله مشترک مو ا این هم اسم مفعول هست چقدر راحت میشه اینا رو پیدا کرد بسا توضیحاتی هم که دادیم خب بریم برای مورد 11 که بنویس در جای خالی عدد مناسب رو در جای خالی قرار بدید خب 12 فی 5 یعنی 12 فی یعنی ضرب در 5 مساوی با چند می شود بچه ها چند میشه آفرین 60
ستونه یعنی میشه 60. و اما فصل چندم در سال ایرانی فصل زمستان هستش؟ فصل چندم بچه ها؟ آفرین، رابه، چون باید عدد ترتیبی بیاریم. الرابه، فصل رابه، فصل چهارم. بله، بهار، پاییز، زمستان، تابستان، به این شکل. بله بله بله، نرگس خانم گذاشته میشه اونجا. پس فصل چهارم عدد ترتیبی میاریم و فصل چهارم فصل زمستان است. و بهار، تابستان، پاییز، زمستان. خب اینم از این. بریم برای مورد سوال بعدی، ترجمه دو فعل بعد از نکره، فعل های بعد از نکره. خب این فصلشه، گفته ترجمه بکنید دو فعلی که بعد از اسم نکره اومدن. اون دوتا فعل چی هستن؟ یکی اینه، یکی اینه. اینو میگه معنا بکنید. خب شما چه فرمولی دارید؟ فرمول این است که اگر قبل از اسم نکرتون ماضی بیاد، بعد از اسم نکرتون هم ماضی بیاد، شما اون فعل رو میتونید به صورت ماضی استمراری یا بعید ترجمهش بکنید. به روسای مسافرت کردم که صورت آن در دوران که صورت آن را در دوران کودکی هم مشاهده کرده بودم یا مشاهده میکردم. پس به صورت ماضی بعید اینجا ترجمه میشه. مسافرت کردم به روستایی که تصویر آن را در دوران کودکی هم مشاهده کرده بودم. به صورت ماضی بعید یا ماضی استمراری میتونیم ترجمهش بکنیم، بستگی داره به موقعیتش. در مورد بعدی، به محضی که میگه فعل بعد از اسم نکرت رو ترجمه کن، باید به فعل قبل از اسم نکرم نگاه کنید. ماضی به علاوه مضارع، فرمولی که اومد ماضی به علاوه مضارع هست که ماضی استمراری باید ترجمه بشه. ماضی استمراری اونجا هم که ماضی به علاوه ماضی، این میتواند ماضی بعید در اینجا ترجمه بشه یا ماضی استمراری. خب این پس به این موضوع اشاره میکند. تست شماره 12. و اما میریم سراغ شماره 13 که باز هم ترجمه هستش، ترجمه فعلایی که زیرش خط کشیده شده است. ایو بد دلو لن تنالو. چی بگیم بچه ها برای اولی؟ حروف ناسبه اومده، به صورت مضارع التزامی ترجمه میشه. میخواهند که تغییر دهند، تغییر دهند، تبدیل کنند، تغییر دهند. لن تنالو هم که لن اومده مستقبل منفی، باز مستقبل منفی. لن تنالو یعنی نخواهید رسید، نخواهید رسید، به دست نخواهید آورد. این معانی است که به صورت مستقبل منفی ترجمه میشه. بسیار خوب. و اما قسمت بش باز گفته است که ترجمه صحیح رو برای فعلی که زیرش خط کشیده شده. حتی یحکمه کی تنجه. توجه داشته باشید بچه ها که
وقتی حروف ناسب میان مضارعتون به صورت التزامی ترجمه میشه این اولویت داره. خب فسبی رو حتی یحکمه، خب حتی به معنی تا هست، کدوم رو انتخاب کنیم؟ بله بله، تا داوری کند. بعدی چی؟ بعدی کی تنجه، کی تنجه، باز تایه، تا اینکه تا موفق شوی. ادرس کتاب، که درس کتابت را بخوان تا موفق شوی. این هم برای شماره 13 که در اینجا آورده شد. باز هم ترجمه، وای چقدر ترجمه داریم. ترجمه کنید حسب قواعدی که خوندید، بر اساس قواعدی که خوانده شده. ببینیم چی هستش این فلیعبدو لا تیأسوا. خب ما اینجا در مورد اول لام جازمه یا امر رو داریم که باید بر اساس اون ترجمه میشه. اینم که لای نهی رو داریم، بر اساس اون باید ترجمه بشه. چی بگیم اولی رو بچه ها؟ عبادت کنید یا عبادت کنند. فلیعبدو، فلیعبدو، فلیعبدو. یعبدو یک فعل غایب هست، پس باید پروردگار این خانه را عبادت کنند، عبادت کنند. عبادت کننده، این موردی است که باید بهش توجه بشه. در اینجا هم نهی هستش. چی باید بگیم بچه ها؟ از رحمت خداوند مایوس نشوید، مایوس نشوید. اینم نهی که در اینجا آمده و بر اساس او اشاره شده. مایوس نشوید، ناامید نشوید، به این شکل میتونید ترجمه بکنید. باز هم ترجمه شماره 15، باز هم ترجمه بر اساس قواعد در معانی افعال ناقصه، افعال ناقصمون. خب بچه ها کانه داریم، کانه داریم، اما تو جمله اومده. هر موقع کانه میاد شما باید با فعل بعدش ترجمه حقیقی اون رو داشته باشید. فعلی که بعد اومده قسمه است. اینجا هم که کانه بعدش ل اومده. خب در اولی می نویسم فرمولی که اومد، کانه به علاوه قد به علاوه مازی می شود مازی بعید. اون فرمولی که جلسه پیش گفتیم می بینید چقدر مهمه، مدام داره در ترجمه ازش استفاده می کنه. خب چی بگیم ترجمه شو؟ ترجمه جمله رو میگه دانش آموز صداهایی را شنیده بود. دانش آموز صداهایی را شنیده بود، شنیده بود، به صورت ماضی بعید ترجمه شد. اما در مورد بعدی چه فرمولی داریم؟ اگه بعد از کانه، کانه به علاوه لام بیاد، از معنای داشت استفاده میکنیم. حالا اون لی یعنی دارم دیگه یا داشتم. خب معنا انگشتر نقره ای داشتم. انگشتر نقره ای داشتم. این هم از این فرمول. و اما شماره 16، محل اعرابی یا نقش کلمات، کلماتی که زیرش خط کشیده شده است نقششو بگید. که توی اون بخش قواعدی و آخرین صفحه موضوع نقش کلمات بود که تو جدول براتون قرار دادیم. خب میتونید به من بگید ارضا کجا این جمله اومده؟ خب ارضا ابتدای جمله اومده. خب ابتدای جمله اگه اومده میشه چی بچه ها نقشش؟ مبتدا.
ارضاء و ناس، ناس میشه مضاف الیه. هر مبتدای نیاز به چی داره بچه ها؟ نیاز به خبر داره، پس غایتون هم میشود خبرش. رضایت مردم هدفی دست نیافتنی است، مبتدا خبر. مورد بعدی اسفت فعله. خب بعد از فعل چی میاد بچه ها؟ بعد از فعل فاعل میاد، فاعل میاد. ریاهون شدیدم که صفتشه، صفت این ریاه هستش، ریاهون شدیدتون. خربت خب خراب کرد چه چیزی را؟ خانه ای را. مفعول به هست یا همون مفعول هست. و شاطع البحر، بحره کسره گرفته و اینم شاطع هم اضافه شده میشه مضافون الی، مضافون الی. اینم از ترکیب این مجموعه که بهش اشاره شد. اما مورد 17 گفته است که قرار بده در جای خالی کلمه مناسب از کلماتی که آورده شده. دو تا کلمه هم اضافه داریم، هر کلمه در بر اساس جمله با کدام یک از این کلمات تکمیل خواهد شد. لا تقف ما لیس لك بهی چه می‌نویسم بچه ها؟ برای اولی برای الف چی می‌نویسم؟ علم، آفرین، علم، علمون. لا تقف ما لیس لك به علم، پیروی آنچه علم نداری مباش، علم رو قرار میدیم. قول الحق و ان کان، میگه حق رو بگو اگر چه، اگر چه. کدومی که از این کلمات رو بذاریم بچه ها؟ بگید، بگید کدومی کی؟ میگه حق رو بگو اگر چه، اگر چه، اگر چه افضل باشد. نه، جمله معروفیه دیگه، حق رو بگو اگر چه. چی؟ کدومی که از اینا رو قرار بدیم؟ اگر چه، اگر چه تلخ باشد. تلخ کدوم کلمه است تلخ بچه ها؟ تلخ رو بگید کدوم کلمه است؟ مر، آفری، مر را، مر، این میشه تلخ. خب اما اینجا ما میگه که چی قرار بدیم؟ میگه یک تخته ای، یک لوحی در مقابل دانش آموزان که نوشته میشه بر روی آن چی رو قرار بدیم بچه ها؟ از اون موارد بالا، آفرین، سبوره، سبوره، تخت سیاه، یک لوحی است که در مقابل دانش آموزان نوشته میشه بر روی آن. خب اهم اسباب قطع تواصل، یکی از مهمترین دلایل قطع ارتباط چی هستش بچه از موارد بالا؟ آفرین، الغیبت. اینم مورد بعدی. خب بعدی چی می‌رسیم؟ اینجا چی قرار بدیم که برای او آدابی است که واجب است بر متکلم که عمل کنه به اون؟ چی؟ قل رو قرار میدید؟ قله رو قرار میدید؟ قله؟ نه دیگه. بله، کلمه کلام، الکلامو، الکلام سخن، برای او آدابی است که واجب است بر متکلم که عمل کنه با آن. و اما این یکی دیگه کلمه است که بعضی از دوستاتون مدام اون رو می نوشتن. بله، خیر الکلام ما غل و دل، ما غل، بهترین سخن آن است که کوتاه و مفید باشد. این هم باز نوع دیگری است کلمه شناسی برای پر کردن جای خالی بود. و اما مورد بعدی شماره 18، تعیین کنین جمله صحیح و جمله غیر صحیح رو. جمله صحیح، جمله غیر صحیح رو بر اساس حقیقت و واقعیت. خب برای من مشخص کنید بچه‌ها که کدوم صحیحه کدوم غلط هست.
از زمیره هو شخص الذی لا یعمل معک. این صحیح یا غلط؟ اولی غلط. آفرین آفرین. یه دانش آموز اون شخصی است، اون فردی است که کار نمیکنه با تو. الذی یتکلم فی ما لا یعلم، کسی که صحبت میکند درباره آنچه که نمیداند. یقع فی خطا، این چی بچه ها؟ واقع میشود در خطا. کسی که صحبت میکند در آنچه که نمیداند به خطا میافتد. این چی هستش؟ صحیح هستش. المعمر کهنسال، اون کسی است که برای او عمر طولانی است. این درست است؟ بله درسته. و آخری اثقل شیء فی المیزان هو الخلق السیء، سنگین ترین چیز در ترازو اون خلق بد است. این درسته بچه ها؟ نه اینم غلطه، همچه چیزی نیست که سنگین ترین چیز در ترازو خلق بد باشه، بدخلقی باشد. و شماره 19 کامل کنید جای خالی رو. و در ارتباط با گفتگو، از زق تو دمه اندکه اندکه، میگه که آیا فشار خون داری یا دستگاه فشار خون نزد توست یا همون فشار خون داری؟ چی باید بگه بچه ها؟ بله ما اندی، ما اندی، نه فشار خون ندارم. اندی رو انتخابش میکنیم. بعدی ماز تکتب لی، چه مینویسی برای من ای جناب طبیب؟ خب باید بگه که نکتبو یا اکتبو. بله اکتبو، مینویسم. چون میگه لی، لی یعنی برای من دیگه، متکلم میشه، متکلم وحده میشه، متکلم وحده، و بنابراین مورد دو انتخاب خواهد شد. فکر میکنم که دیگه موارد تمام شد. خب چه چیزایی رو پس اینم که پاسخشم من نشون بدم به شما، که بعد از اون پاسخنامش میاد. اینم پاسخنامش، مواردی که با هم بررسی کردیم، پاسخنامش هم هست که بعد میتونید از اون استفاده بکنید. همش در اینجا اومده است، موارد همه مشخصه. خب اینم که یه پاسخنامه هم که کنارش هست، یه نمونه سوال استاندارد بر اساس چارچوبه بارون بندی برای شما آورده شد و شما می توانید از این استفاده بکنید. و اون محتویات جلسه پیش رو حتما کامل کامل بخونید و بعد این نمونه رو هم کار کنید. یک روز قبل از امتحانی که تعیین میشه برای شما برای نیم سال دوم، مجددا پس این به این فایل مراجعه کنید، بخونید، نمونه سوال رو ببینید، به بارون بندی که در نمونه سوال هست توجه داشته باشید و بعد یک نمونه سوال دیگر هم بعد از اینکه مطالب که من گفتم رو خوندید و یاد گرفتید و این نمونه سوال هم باز بهش پرداختید، بعد یکی دو تا نمونه سوال دیگه کار بکنید که اشراف بیشتری بر مجموعه داشته باشید. این هم پس از این مورد که دیگه مباحث. خیلی خوب، اینم از این نمونه. خب بچه ها اگر سوال خاصی دارید در ارتباط اینم، اون اعراب جدولی که گفتم، اعراب تحلیل صرفی، در اینجا دیگه دقیقا شما مشاهده میکنید. توضیحاتی هم که دادم مربوط به این میشد، این حتما ازش استفاده بکنید و نکته هایی که مطرح کردید. بچه ها اگه سوال دارید از من بپرسید. بله در گروه رفع اشکال 1600 هم بذارید. مرسی، رفع اشکال بله دارید دیگه، رفع اشکال رو من دارم. شما میتونید به اصطلاح اشکالاتتون رو برای من بفرستید و منم پاسخ خواهم داد، حتما پاسخ خواهم داد. خب تو گروه اگر نیستید باید عضو بشید دیگه، عضو اون گروه بشید. حالا با آقای
کلنگی خا که شما آیه حسن کلنگی خا با ایشون با ایدیشون مراجعه کنید یا با ایشون تماس بگیرید بگید که میخوایم عضو بشیم و مطالب مختلف رو من خب خواهم گذاشت تا زمان امتحانتون و به علاوه این که همین فایل این جلسه رو این مجموعه رو در اختیارتون قرار بدن هم این که به اصطلاح دیگه رفع اشکالی هم اگه اشکالی داشتید اشکالاتون رو در اونجا قرار بدید من رفع اشکال بکنم عضو کانال من که حتما بشید همون ابتدا فکر میکنم این مورد رو داشتیم توی صفحه اولیه بذارید ببینم اگر نیست که من بینستم اصان عربیک مثل با عضو کانال من بشید مطالب متنوعی از همی الان بعد پایه دوازدهمتون بعد کنکورتون دیگه در اونجا مفصل هست مطالب روزانه هستش تستای خاصی هستش و شبها هم پاسخش رو میدیم و همچنین مطالب متنوع کاملی که در از ابتدای کانال ما تا انتهای کانالمون وجود داره حتما ازش استفاده بکنید بذاریم ببینم اگر نیست کانال من در اینجا که عضو کانال اینم کانال من ادسان عربیک مصبا اینم شماره من شماره تلگرامی میتونید مورد خاصی داشتید برای من ارسال بکنید اونجا هم من پاسخ میدم تو گروه هم که تشکیل شد باز میتونید بگذارید سوالاتون رو جواب میدم کانال تلگرامی منم ادسان عربیک مصبا است حتما عضوش بشید ارتباطتون رو با من قطع نکنید سال بعد پایه دوازم و بعد انشالله همون سال موضوع کنکور هم مطرح است که در کلاسایی که برای این موضوع گذاشته می شود حالا اگر که عمدتا برای شهرستانی ها به صورت آنلاین خواهد بود در اونا شرکت بکنید توی اون دوره های کاملی که داریم برای کنکورتون و انشالله نتیجه بسیار عالی براتون حاصل خواهد شد ارتباطتون رو با این مؤسسه قطع نکنید با آقای کلنگی خا و مدیر ثبت نام و همچنین با من با کانال اون چیزشون رو لطفا بگیرید بچه ها میگن شماره آقای کلنگی خا اینجا هست الان؟ خب شماره شو بگید که الان همینجا بنویسید براشون شماره شو آن دارید اینجا زدن دیگه شماره ایشون 0903 47 70 752 این شماره ایشونه هر سوالی دارید هر مورد دارید ازشون سوال کنید بچه ها مورد من تمام شد این دو جلسه ما مفید بود برای شما یا نه اگر مفید بود نظرتون رو اعلام بفرمایید همه نظرتون رو بدید همه مجموعه که هستید نظرتون رو لطفا بفرمایید که مفید بود براتون یا نه خیلی ممنون متشکر هانی خانم متشکر نرگس خانم یک تا و بسیار بسیار اطراف افراد بسیار زیادی دارن پیام میدن بله معصوم خانم گفته که من دو جلسه متاسفانه نبودم ولی توی این چند دقیقه بودم عالی بود شما جلسه قبل نبودید خب اگر نبودید که حتما مورد فیلمش رو در اختیارتون قرار میدن حتما با اون شماره آقای کلنگی خواه تماس بگیرید که فیلم اون جلسه در اختیار شما قرار بگیره حتما دیگه مشکلتون حل خواهد شد بله 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 ریحان خانم مخصوصا جلسه گذشته گفتید که مطالب جمع‌بندی شده خب جلسه پیش دیگه کل مطالب به صورت فشرده جمع‌بندی شده در اختیارتون بود و یعنی کار کردیم کل محتویات رو مطرح کردیم جلسه فقط یه نمونه سوال بود معصوم خانم چی گفتید مشخص شد اون شماره آقای کلنگی خواه تماس بگیرید که چون جلسه پیش نبودید حتما استفاده بشه یعنی حتما در اختیارتون قرار بدن همه بچه ها پیگیرش باشید با آقای کلنگی خواه که توی همین گروهتون قرار بدن فیلم جلسه قبل و فیلم این جلسه رو که داشته باشید و استفاده بکنید تا زمان امتحانتون ممنون میشم ممنون شدم از شما خوشحال شدم و خوش گذشت به ما و انشالله امیدوارم که شما هم لذت برده باشید من دیگه کاری ندارم و خدا نگهدار شما